در این ویدیو میخوایم در مورد سنتری صحبت کنیم سنتری حالا چیه؟ در واقع یک ابزاریه که مانیتور میکنه اون پلتفرم ما را و باعث میشه که ما بتونیم خیلی جالب و راحت لاگ بگیریم از اون خطاها از که کجا اتفاق افتاده اون خطا چه شکلی بوده کانتکستش چی بوده و از این صحبت قبل از که بریم جلو من خودم معرفی کنم احمد تمانی هستم و توی تویتر میتونید با دی ای تمانی من رو دنبال کنید توی یوتیوب هم که سرچ کنید احمد تمانی اینجا کانال فارسی من هست تو انگلیسی هم یه ویدیو بیشتر نداشتم واسه این ویدیو من در واقع اومدم گفتم که یه دونه سمپل اپلیکیشن داشته باشیم خیلی بهتر واسه همین یک ایده ای داشتم حالا یه اویم به وجود اومد که در قالب یه دونه ریپو مونو ریپو سمت بکش نوت جی باشه حالا با فریم ورک نستا استفاده کردم و فرانتش هم ریاکت اینا باشه یه پی دبلیو یه دونه ایده خیلی کوچیکا بتونیم ببریمش جلو حالا ممکنه در آینده نمیدونم چی میشه مثلا در مورد همینم هم یه دونه سری ویدیو در مورد همین بحث دیولپمنت این پروژه هم ویدیو ضبط کنم به هر حال اینجا توی گیت هاب ای تهانی گیت من یه دونه ریپو هست به نام مای ایموشنز حالا دقیقا معلوم به چه سمت این پروژه میره ولی حالا اسمش اینه در واقع یه دونه ریپو ما میخوایم واسه یه این مونوریپو ریپو سنتری رو فعال کنیم اینجا اگه بیاین داخل اون پوشه سنتری دو تا لینک هست که اولیش در واقع دستورالعمل عمل بالاوردن سنتری با داکره اینه که بریم داخلش ورژن آن پریمیس پریمیس سنتری ها میگه که چه شکلی بیاریمش بالا خب اینا کلانش ما میکنیم توی دستاپمون دستاپ گیت کلان فلا اون چون قبلا کردم ساده دارم ده. خب میریم داخلش اینجا در واقع یه دونه بش فایل هست به نام اینستال اس اچ میره اول چک میکنه ریکوایرمنت ها مثلا میگه دو گیگ باید رم داشته باشی فلان باشه تا من بخوام اون احتیاجات سنتری بیارمش بالا با داکر داکر رو ما قبلا نصب کردیم داکر پی که کی بزنین نصب و کانتینری هم ران نیست نکته ای که هست این که این این Js همیشه میره چک میکنه آخرین ورژن سنتریا میگیره سنتری کلا اگه اینجا هم بریم خودش در واقع یه شرکتیه که اینجا کره حالا کورش اون یه قسمتش اوپن سورس نیست ولی دقیقا ما میتونیم همین ورژن که خود سنتری بر اساس کلود داره ارائه میده رو خودمون داشته باشیم با داکر حالا با داکر راحت تره و میشه خودش نم بیلد کنین تا داشته باش. اینجا در واقع سنتری هر قشنگی داره دیولوب میشه روش مثلا سینز ده ساعت پیش کامیت آخرین کامیتش فلان بوده و هر کامیتی که اینجا میخوره یه دونه اون طرف داکر, کانتن... داکر ایمیجش توی داکر هاب ساخته میشه خب پس بهتره که وقتی که ما میخوایم این چیزها ران کنیم یه ورژن خاصیشا رو بزنیم وگرنه هر بار که ما مثلا ریستارت دادیم اومد این بالا ممکنه یه ورژن جدیدش بیاد بگیره یا اینکه اگه مثلا واچ تاور داشتین رو اونجا و همش این ایبل بود یه دونه ورژن جدید که اومد روی داکر هاب این میگیره و ریستارت میشه واسه این کار من قبلا یه دونه ورژن خاصش رو گرفتم که حالا که میخوایم مثلا ویدیو رو نشون بدیم و اینا طول نکشه حالا ورژنش چیه میبینیم داکر ایمیجز اون سنت گت سنتری اسلش میبینیم که چه رو داره این ورژنش ها چیزیه که الان ما داریم پس میگیم که سنتری فلان اینجا اون ایمیج آیدیه اینجا می نویسیم ایمیج آیدیش دقیقا تگش تگ همون بی بیس فلان تگه همینجاست که سینزده ساعت پیش دیپلوی شده خب میزنیم اینتر این حالا میاد ریکوایمنت رو چک میکنه بعد یه لحظه در واقع والیوم هایی که احتیاج داره رو داکر میسازه که فایلش بخواد پرسیست باشه چون میدونید داکر کانتینر کلا چیزه استیتلس هست میگیره جلو و میره پایین که حالا چند دقیقه ای طول میکشه تا میاد این بره جلو ما توی پروژه یه دونه دیدی بهش میزنیم پروژه ما داخل داکر دیو در واقع یک پیش نیازی داره پروژمون یه پوستگرسی داره یه ردیس داره که سرویسش باید بیاد بالا با داکر کامپوز آب دشتی اوکیش میکنیم میاریمش بالا و این در واقع یه مونو که اینجا که بازش کنیم دقیقا این شکلیه اندش دو تا پکیج داره اینا رو با اوکی شده حالا در واقع مهم نیست ممکنه شما اصلا پایتون دارین کد می نمیستین. این در واقع یه سمپل اپلیکیشنیه که می خواهیم کار با سنتری نشون بدیم توش توی اند یه دونه در واقع نیست اپلیکیشنه که این طرف که بریم بینیم که کامندش مثلا کامندر استارت چیه استارتش میکنیم توی محیط دیو که حالا واتچینگش هم فعاله ببینیم چه خبر استارت که بشه در واقع یک گراف و یه دونه انت در واقع یک انت پوینت س... ساده بذارین گراف کیولش این شکلیه لوکال هاست پنجا پنجا گراف خیلی ساده است یه دوتا متود بیشتر نداره اپس یعنی فقط آتنتیکیشنش به لنده و آتنتیکیشنش به چه صورتیه لوکال هاست پنجا پنجا آت گوگل خب اینم الان ما با وی آلمان هستیم با پروکسی آلمان همه چیز آلمانیه وقتی زدیم آت گوگل میره به سمت گوگل میخواد آتنتیکیت بشه چون ما سیستم آتنتیکیشن هم با گوگله پسوردمون رو میزنیم و اینجا هم میگه که که ولیدیشن رو گوشی بله ما خودمونیم خب اینجا گفت که یوزر دید فلانه اپ دید فلانه و چیزه در واقع آتنتیکیت کرد سیستم ما را نکته ای که هستنی که ما کوکی اختصاص دادیم واسه گراف کیول نه توکنو از این صحبت کوکی که اختصاص دادیم واسه اینجا توی اپلیکیشن فلان کوکیاره که اختصاص دادیم یعنی که کار برامون لاگینه به صورت پیش فرض تو پلی گراند ها نمیفرسته سمت سروره پس کوکیار هم نمیفرسته اینجا باید بیاریم سیم اورجینا بزنیم سیو کنیم خب اینجا اگه ما اپس رو بنویسیم که مثلا ما الان چه اپلیکیشن هایی لاگین هستم می نویسه با فلان اپلیکیشن تو لاگین هستیو. یه متد هم نوشته میوتیشن در واقع به نام ریوک که اگه بدون پارامتر پاس بدیم همون لاگ اوت بر ما انجام میده لاگ میکنه توی سرویس اینا را کوکی ها پاک میکنه دوباره انجام بدیم میگه اصلا تو دسترسی نداره رو 403 رو خب اینم پس یه دونه خیلی بکنده خیلی خیلی ساده که یا سمتش گوگل اتنتیک که کرد یه کوکی و توکن واسه کار برمیسازه این طرف میتونیم لیست اپلیکیشن ها رو ببینیم و ریبوک کنیم خب میریم سمت سنتریمون ببینیم چه اتفاق افتاده داره هنوز اون عملیات ساختن و اینشالایز کردن سرویس هم انجام میده یه نکته دیگه اینکه سنتری یک در واقع ورژن سیمپل ترش هم هست این ورژن که الان ما داریم میاریم 24 تا کانتینر میاره بالا 24 تا یکیش کلیک هاوس نمیدونم کافکا یا عالمه چیزا حالا میبینیم ولی این ورژن ساده تر شده شه. 5 تا سرویس بیشتر نمیاره بالا ولی یه سری محدودیت هایی داره که مثل اینکه چیزی که من حالا خودم باش کار نکردم ولی همچون که اومد بالا مثلا کانفیگوریشن میل نداشت یعنی ایمیل نمیفرسته اون ایشوای که ایجاد شده داره ایمیل نمیفرسته بحث ریلیز ها از, از این صحبت ها رو نداشت که میریم جا یک نگاهی بشن میاندیز اینجا اگه بخواین با این روش ورژن سیمپلش برین جلو کپی پیست میکنید داکر کامپوزش رو و سیکرتش رو اینجا ریپلیس میکنید یه دونه 32 تا دوتا کارکتری رندوم و دیگه این دستور رو ران میکنین که اینیشیالایز بشه دیتابیسش و اون ادمینستریتور اکانتش رو یه استارت بزنی روی 9000 میبینینش که خیلی یه ورژن سیمپل خیلی ساده شده سنتریه ولی این چیزی که الان داره میاد بالا دقیقا تمام ویچرهایی که خود سنتری داره ارائه میداره اون طرف ما داریم ولی خب حالا به بیشتری نیاز داره خب اینجا انجام شد میگه که میخوای اکانت بسازیم بله در واقع این اکانت اکانتی که ادمین سنتریه میتونه اون طرف لاگین کنه اونجا و اون کار رو انجام بده یه ایمیل بهش میدیم ایمیل خودمون رو بهش میدیم و پسورد یه پسورد در نظر میگیریم دوبار وارد میکنیم او. احا. خب دوبار وارد کنیم یه بارش دوزنیم این میره دوباره میسازه یه سری کانفیگوریشنش انجام میده و هم که آقا همه چی آماده است شما باید یه داکر کامپوز آب داش دی بزنید خب کام اون خب ببین اگر الان من داکر کامپوز پی اس بگیرم اینا همش اومده بالا ولی اگزیته چرا چون که توی فرایند بیل کردنش همه رو ورده بالا اینیشیالایز کرده بعد اگزیتش کرده حالا ما آب دشتی ها بزنیم دوباره ریران میشه دون بدون و میاد بالا خب دقیقه همون 23 تا هست الان ما داکر کامپوز پی اس بگیریم و تعداد لاین ها رو بشماریم 24 تا کانتینر رو ارده بالا واسه ما خب اینجا پورت ها نشون میده که چه پورت این طرف داریم پورتی که این طرف هشتادش به 9000 بایند شده انجینیکسه در واقع چیزی که ما میخوایم بهش وصل بشیم پورت 9000 اگر روی سرور هستین، حالا میتونید تغییرش بدین تو داکر کامپوز با اون انجین میتونین چه میدونم SSL فعال کنین از صحبت خب پس ما الان رو 9000 باید سنتری ها داشته باشیم لوکال هاست 9000 اگه نباشه یکم باید سب کنید داره این شیلایت میکنه و از این صحبت ها ای یکم طول میگیش برواقع خب اومد بالا یوزرین پسوردی که اونجا وارد کردیم به عنوان ادمینستریتور رو وارد میکنیم اینجا یه نکته هست میگه که روت یو چی باشه بذارین کم من بزرگش کنم در واقع میخواد بشناسه مثلا شما اگه دامین اینجا سیت کرده باشین آدرس دامین میزنین اون پورت هم دیگه مثلا نمیزنین ولی بله الان ما لوکال هاست 9000 و خارج از این سیستم من نمیخوام بهش دسترس داشته باشم پس لوکال هاست اوکی آی پی نام کنم ادمین ایمیل که همینه که هست این واسه یه میل فرست دادنه مثلا شما اس پی چه میدونم سندگیریدی چیزی که دارین اطلاعاتش اینجا ست میکنین میگین که خب اینا من به عنوان میلم قبول دارم که ایمیل هایی که مثلا میخواد نوتفای کنه کار برای که فلان ایشو اینا شده با این ایمیل میره الو رجستریشن حالا فعال نکنین بهتره چون هر کس میتونه بیا رجیستر کنه اینجا مثلا میگین که خب آقا اطلاعات منم به صورت ناشناس بفرست تو اگه وقتی اینجا ایمیل رو ست نکردین میل رو ست نکردین یکم سخت ست کردنش واسه بعدا باید برین توی اون یمل فایل که ایجاد شده ست کنین و یه بار داکر کامپوز دش بیلد بزنید آب داش بیلد که دوباره اینا رو بسازه اون کانفیگوریشن رو خودش اوکی کنه کانتینیو رو میزنیم و این هم از سنتری قسمت های مختلفی داره اینجا توی کانفیگوریشن شما میتونید تیم اضافه کنین ممبر اینوایت کنین و بای دیفالت یه دونه داره پروژکتش اینترناله یعنی چیزی که همین الان اووردیم بالا به صورت اینترنال قبول داره میگه که هیچ خبری نیست یه دونه سمپل ایونت تو میتونی بسازی بزنیم ایشویی به عنوان نمونه خودش کرییت میکنه خب اینجا چیزش خیلی جالبه میگه اینجا اسمشه چه میدونم هر باگی یا ما میتونیم بگیم که آقا این باگی که ایجاد شده ایونت که ایجاد شده در حقیقت ریزالف شده اوکی okay شده ایگنورش کن یا اینکه کلا مثلا دیلیتش کن که حالا اصلا میگه که دیلیت نکنین بهتره یا ایگنورش کن یا ریزالفش کن تا بدون قبلا چه اتفاقی افتاده ایشو نام بره الان اولین ایشو مربوط به اینترنال بحثه میتونیم مثلا رول تعریف کنی که این مالکیه چه شکلیه تگ بندی داره واسه همون سرچ کردنی که ببینیم چه, 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 شکلیه و فلان اینا اکسپشنش و برد کرامزه که حالا توز میدیم چه شکلی هستم میتونیم اوکی کنیم و از این صحبت خب این جمعون تگ باشه کروم مثلا ایجاد کرده رو چه, مک... رو چه, سیستم عاملی چه لولی بوده فلان و اینا اه... اکسپشنش که بوده مسیجش بوده برد کرامز یعنی در حقیقت یه دونه م... ترجمهش میشه پودر نون سوخاری چیزی در واقع میگه آقا این ایونتی که حالا ایجا شده اومده اینجا چه اتفاقاتی افتاده تا رسیده به اینجا خب میگه که خب آقا شما اینجا ریاکتیه این پنل رو ریاک روتر از داشبورد رفتی مثلا رو لاگین کنسول این مسیج اجاره داده 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 یه ای زدی مثلا به فلان جا حالا این نات رو روی اون فرم پست کلیک کردی این اتفاق فلان جا افتاده که میگه مثلا فلان آبجکت اون متد آپدیت فرمو نداره خب این خیلی به ما کمک میکنه که دقیقا بفهمیم رفتار کار بر چه شکلی بوده یا اینکه توی کنسول مثلا بک اون چه اتفاقاتی افتاده و رفته جلو این اطلاعات بیشتر اوقات ما نمیدیم یعنی خود سنتری با SDK های مختلفی که واسه زبان های یا پلتفرم های مختلفی اوکی کرده مثلا واسه بروزر جاوا اسکریپت اوکی کرده واسه نود جی اس پایتون فلان اینا میاد و این گوشه گوشه اون چیزایی که اون کانتکستی که با اون ارور هستا تو خودش داره که بهش بگه برد کرامز ولی خب ما هم میتونیم دستی اضافه کنیم خب اینجا توی ارزم به حضورتون یه سری کانتکست میتونه داشته باشه بادیش چی بوده کوکیسش چی بوده و چه سیستم عاملی انجام داده چه بروزری و ادیشنال دیتام که هر چی خواستیم ما بهش میدیم که دقیقا بفهمیم که کجای کار چه شکلی بوده و اینجوری رفته جو. خب این توی اینترناله ما میخوایم در واقع یه دونه پروژکت جدید بسازیم توی پروژکت جدید یه کریت پروژکت بزنیم نوت جی پروژه ما خب میگم اون آلرت ستینگ ها تعریف کنی که چه موقع به اوکی بده و فلانه اینا با همون میل هست که تنظیمات خیلی جالبی داره یعنی هر نوع تنظیم که شما بخواین داره که بخواد میل بفرسته یه دونه تیم جدید میتونیم اوکی کنیم به نام مای ایموشن اور آی don't کول تیم cool بعد واسه این تیم یه دونه پروژه نیم پروژه جدید اضافه کنیم My Emotions اصلا ای پی آی دشت My درست Create میزنیم میگه که خب تو نو no یه انتخاب کردی پس به این استیک که ما احتیاج داریم برو توی از از دیپندنسی اضافش کن بعد توی اینیشالایزش کن اطلاعاتو بهش بده که این خیلی مهمه این در واقع میشه کیه و آدرسی که قراره اون اپلیکیشن ما با اون سنتری بخواد ارتباط برقرار کنیم خب میریم توی پروژمون قبلا ما توی اینجا ببخشید توی بکندمون سنتری سلاش نود رو اضافه کردیم از دیپندنسی توی در واقع نس جی ما کانفیگوریشن رو خیلی باحال میتونیم داشته باشیم از فایل کانفیگوریشن سنتری داریم دی اس این میره از انوایرومنت وریبل سنتری آندرلاین فلان میخونه به صورت پیش فرض گفتیم فلان اگه ترو بود ترو در نظر بگیر دیباگ لاگ لول رو به صورت پیش فرض یک در نظر گرفتیم که ارور رو فقط لاگ بکنه و اینا رو با این واین رو میتونیم تغییرش بدیم چرا چون که ما بهتر که نه صد درصد شما باید کاری بکنید که کلا تو کدتون چیزی هارد کد نکنید مثل دیتایی که بخواین همیشه عوض بشه یا اینکه کلا از لحاظ امنیتی دیتا مهم باشه واسه خب توی دات ای ما اینجا اون دی ان ریپلیسش میکنیم که این .env environment, environment variable اصلا کلا کامیت نمیشه یه بار استاب میکنیم و اون اینشیال کردنم توی مین قبل از اینکه ما اون اپلیکیشن رو را ران کنیم ما لیسنش رو اوکی کنیم میگیم که سنتر اینیت کن با این اطلاعات پلاس اینکه environment وری به environment محیطی که اون اپلیکیشن داره را از app.environment بگیر حالا اپ کجاست اپ هم یه دونه کانفیگوریشن مربوط به خودشه که به صورت پیش فرض لوکال هاست development هم. مثلا میره توی استیجینگ اینجا میشه اپ انوایرومنت استیجینگ و بعد وقتی که ما اون لاگ انداخت میتونیم بفهمیم که در چه محیطی اون خطا را داریم چرا چون که ممکنه اینا رو برنچ های مختلف باشه روی مثلا development ما باگ داریم باگش رفت میکنیم توی پروداکشن به احتمال زیاد یا اصولی باید باگ کمتری داشته باشه یا گزارش بشه خب این هم از این اپلیکیشن ران میکنیم اون این ای که داشتیم ست شده خب حالا حالا که رانش کردیم میگیم که برو اینجا اینجا خب طبیعتا خالیه هیچ خبری نیست خب ما میخوایم اینجا اولین مسیج رو بفرستیم سمت سنتری حالا یه مسیج تستی یا همچین شکلی یا توی به عنوان مثال توی آت کنترلر، اینجا آت سلاش گوگل این اون چیزیه که طرف برای بره به گوگل و بعد توی ریدایرکت با اطلاعات چه میدونم کد از این توکن اینا میارتش اینجا کچش میکنه اینجا میخوایم یک در واقع یه دونه مسیجی uh, به صورت سمپل بفرستیم سمت سنتری واسه این کار میایم اون uh, در واقع everything از سنتری from سنتری نود ایمپورتش می‌کنی، اینجا میگیم sentry.capture message مثلا هم نویسیم hello سنتری خب سیو رو میزنیم و میریم اینجا برای اینکه بخوایم این کار انجام بشه روی لوکال هاست پنجا پنجا آت گوگل که اوکی کنیم میره و برمیگرده و مساییج واسه ما در واقع میاره خب حالا کم طول کشیده دوباره رفرش دادیم هلو World هلو سنتری خب. اینجا ببینید یه نیستری برید کرامز داره میگه که دقیقا اون در واقع کنسول ماست کجاش اینجا کنسول ما که اول کار میگه که فلانجا جا اویلیبله و از این صحبت ها فیلتر شده اینجا پسته یعنی ریکوست که سمت گوگل فیلتر شده به خاطر اینکه یه سری اطلاعات حساس روش بوده خیلی جالب خودش سری رول داره که این کار انجام میده سنتری چون تو لاگ نباید اون اطلاعات حساس بیاد و اینجا گفته که خب حال هلو سنتری مسیج مسیجی که فقط چیز شده خودش خود اون مسیجا برت کرامز در, در نظر گرفت انوایرومنتش لوکال دیولوپمنت و لیولش هم اینفو اینجا یه چیزی جالبه که میتونیم در واقع انتگریت کنیم سنتری ها با کد گیت گیتمون که بیاد دقیقا بفهمیم که کجا خیلی دقیق تر رو کدوم گی... کامیتی اون اتفاق افتاده رو کدوم کامیت ما اون تغییرات انجام بدیم اگه یک بار دیگه ما بیایم این کار انجام بدیم مثلا ایونت دوبار باید دوباره این کار رو بکنیم دوبار مثلا این کار انجام بدیم تعداد ایونت ها میشه دو تا. یعنی ایونت های مشابه ها همیشه دو تا اینجا لیست نمیکنه تکرار میکنه اون ایونت ها رو. خب ولی کم طول میکشه بیاد الان مثلا سه تا شد چون اولی هم حساب خب میگه که اینجا چند بار اون رخ داد اوکی شده مثلا شما میای میبینین که یه دونه ایروری اینجا کچ شده ده بار بیس بار طرف انجام داده میفهم که مثلا اون نه. کلاینت ساید اون پروژه طرف که داشته مثلا کیو تست میکرده یه جایی باگ داشتیم درسته ده ها بار اینو چک کرده دقیقا میتون بفهمید که چه زمانه چک کرده چه اطلاعات داشته و از صحبت خیلی باحاله چون اون ایونت هایی که فینگر پرینتشون یکی رو یه جور دست دارده میکنه و گراف بهتون میده که مثلا کجا بیشتر چه زمان هایی بیشتر انجام شد ریزالو میتونیم بکنیم ایگنورش کنیم یا حتی دیلیتش کنیم که خب دیلیت کردن خیلی کار جالبی نیست میگه که شما میخواید یه یه بکلاگ داشته باشین در مورد این موضوعات بهتری که دیلیتش نکنید مثلا بزنید ایگنور یا اینکه مثلا چه میدونم بزن طرف ریزالو میشه توی نکست ریلیز یا فلان جور. رفرش کنیم دیگه ایگنور شده دیگه اینجا باز پیداش نمیشه خب این از این. حالا ما میخوایم مثلا یه دونه چیز جالب تری بفرستیم میگیم که سنتری بیا یکی دیگه داره به نام کپچر ایونت و کپچر اکسپشن یه خطایی میتونیم آبستانه بهش بدیم و پلاس یه کانتکستیم یه کاری که جالب تری که میتونیم بکنیم کلا یه اد برد کرامز اضافه کنیم برد کرامز حالا چیه؟ چون ما تایپ اسکریپتیم خیلی راحت میتونیم بریم داخل خود اون SDK یا داخل اون دیفینیشن ها ببینید که برد کرامز چیه میگه یه سری تایپ داره یه دونه آبجکت داره و کتگوری و دیتا دقیقا این سری دیتا میتونیم مثلا بهش اضافه کنیم و اینکه چه زمان اون کار رخ داده که حالا این میتونه همش خیلیاش نالیبله میتونه نال باشه برد کرامز رو میزنیم در واقع تایپش رو میزنیم تایپش چی بود؟ استرینگ levelش رو بزر بزنیم لولش آیکونی خوشگله لولش باشه سیوریتی اون شدتش باشه مثلا ارور بعد دیتاش باشه چه میدونم نیم طرف مثلا بنویسیم ور گوگل اتنتیکیشن همچین چیزی مثلا بعد شما میتونید اد کرامز رو همه جا اضافه کنید بعد این ایروری که بعد از این اتفاق میافته چون اون روی کانتکستش هست اضافه میکنه به اون استکه اون اتفاقات که داره میفته خیلی باحال واسه دیباگ کردن اون که بفهمید دقیقا چه اتفاق داره میفته حتی توی لوکال چون ما الان در توی لوکالیم حالا ممکن رو سرور باشه که خیلی باحال تر اگه بخوام یه دونه در واقع یه سری اطلاعات کانتکستی به ارورامون اضافه کنیم می نویسیم سنتری اینجا یه فانکشنی بوده که اسکوپ داره و ما در آخر کار باید اون در واقع اکسپشن ها کپچر کنیم اگه اینا بیرون بنویسین اون اسکوپ ها اصلا آدم حساب نمیشن اگه داخلش باشه اون اسکوپ که اون بالا تعریف میتونه بکنیم اون اطلاعات ها اون کانتکست ها رو اوکی okay. مثلا می نویسیم نیو ارور چه میدونم، no. یه اروری مثلا ما داریم بعد میگیم که اسکوپمون رو مثلا ست کانتکست کن Request که اول کار یه کی میگیره کیش مثلا میتونه ریکوست بشه اینجا و هم کانتکستش رو میگیره که حالا میتونه آبجکتی از چیزها باشه توی اسکوپ ما میتونیم ست یوزر کنیم بگیم که این اطلاعات این اتفاقی که افتاده واسه چه یوزریه تو اون یوزر سنتری یه سری چیزای پیش فرض یوزر میتونه داشته باشه مدلش این تیپیه که آی داشته آی پی آدرس ایمیل یوزر نیم یه اتفاقی افتاده سری مشتریتون یه عالم بار خطا ایجاد شده شما میتونی اون خط رو اولا که بفهمین چ... واسه کجا بوده و فلان اینا بفهمین که سر کی سریک... این بلا سر این کی اومده و بعد بگیم مثلا ازش اسخای کنین آقا وای فلان اینا خب ایمیلش مثلا ما اینجا ریکوست یوزر رو داریم ایمیل آیدی آی پی آدش مثلا میتونیم بگیم خیلی باحاله اینکه واقعا بفهمیم که این خطا چه شکلی بوده و اینا شاید در نظر اول جذاب نباشه ولی وقتی میرین جلو و توی پروڈاکشن ازش استفاده کنیم میگین با چقدر باحاله خب یه تنه ست اکسترا هم داره که این دپریکیت شده خیلی ازش استفاده نکنیم ولی ورژن قبل بوده شما بیشتر از اون کانتکست استفاده کنیم جذاب ولی خب میتونیم اینجا استفاده کنیم مثلا بگین که یوزر نیم یا مثلا نیم او یوزر هست request.user.display یه همچین چیز خب ما حالا اینا دوباره تستش میکنیم دوباره میگیم که برو سمت گوگل توی برگشت ارو رو میخوره رفرش میزنیم خب ارور اومده و دوبارم ارور خورده این دلیل داره دلیلش اینه که یه بار واسه فیو وای کنه خورده بار واسه خب اینجا دقیقا استکش خیلی باحال ببینین میگه که کجا این ارور ترو شده یه سری اطلاعات هم که ما بهش دادیم این برد کرامزی که ما اضافه کردیم ور فیلتر شده چرا فکر کنم چون یه چیز نوشتیم گوگل آتنتیکیشن یه لغت این شکل داشته فیلتر شده خب میگه اون ارور رو رخ داده یوزرش فلان و فلان بوده و رکوستم چون کانتکس این شکلی دادیم خودش اومده تیکه تیکه کل اون آبژکت رو بازش کرده و گفته که چی چیا بوده مثلا این آت این فشده باره فیلتر شده به خاطر اون اینکه یه سری اطلاعات حساس توش بوده کلاینتش این بوده کوکی اینو داشته و هدر رو این داشته خیلی باحاله مثلا این هدر را الان بچا مثلا سایده رو میان بهت میگن آقا این ای پی آی کار نمیکنه فلان همش داره مثلا 401 میده فلان میده و اینا شما میگین ای آقا اینجا اصلا ست نکردی ما کوکی بیسیم کوکی نداشتی این کار کردی چون کوکی نداریم این ایرور رو بهت میده خیلی قشنگ میتونی قشنگ بفهمی که چی به چیه و از این صحبت خب حتی اینجا کل رکوست اومده ادیشنال دیتا هم نیم اف یوزر گفتیم که احمد تعالی باشه این هم که SDK ورژنیه که ما اون سمت داریم ازش استفاده میکنیم خب این حالا تو ویدیوهای بعدی اگه حالا جذاب بود و جالب بود میایم اون بحث ریلیزم میگیم که چه شکلی توی سی آیمون یه کاری کنیم که هر باری که یه ورژن جدید میره اون طرف این ریلیز جدیدی هم اوکی بشه اینجا هم که فیلتر میتونه بکنیم بر اساس ایشوهای فقط لوکال دیولپمنت نشون بده حالا اگه ایشو مثلا تو چند تا محیط بود فقط که توی اون محیط انجام شده رو واسه ما فیلتر میکنه شعر داره میتونین این شروع قشن شعر کنین واسه اون هم تیمیتون بگین که این شکلیه اساین میتونین بکنین که به هم تیمیتون که فلان این شروع رو بررسی کن یه بحثی داره به نام یوزر ریلیز که گفتیم که یکم مشکلات داره یعنی سخته یه یوزر فیدبکه این در واقع همون وقتی که اون خطا رخ میده میتونه چک کنه بیاد یه دونه آیکون بالا یعنی مثلا شما به که مثلا بفرستینش به خط یک صفحه دیفالت خطا آه... کار براتون رو میفرستین یه جایی که این خودش SDK سنتری بهتون میده سمت بروزر بهش بگین اه بابا ببخشید این خطایی رخ داده آه... چی تو شد که این کار انجام شد کار برای مثلا میاد میگه که من فلان کار رو انجام دادم میخواستم فلان کار رو بکنم این شکل شد بعد اون ایشویی که الان اینجا هست و ایجاد شده اون فیدبک میاد به این اساین میشه خب و شما دقیقا میتونید بفهمید که خب کار برای این کار کرد اینجوری شد این خطا رخ داد پس مال اینه یعنی یکم بازم کانتکستتون بیشتر میشه واسه اینکه اون خطا رو بتونین کشفش کنین که کجا چطوری انجام شده خب کامنت هم اینجا میتونه با هم تیمیتون بذارین در مورد اون خطا تگ بندی هم که گفتیم واسه سرچ راحت تر بر اساس چه سیستم عامل و اینها تگ هم میتونین کاستوم تعریف کنین واسه هر اروری خطایی این هم از این توی ستینگز هم ممبرها اینا رو میتونین مشخص کنین که یکم برین داخلش تاپ بخورین میدونین چه شکلی خیلی راحته اینتیگرشن میتونین ایجاد کنین که هر وقت اومد بره رو اسلک پوش بفرسته و از این کارا خب یه دونه بحث خیلی کوچولو آخر کار ما بگیم اینجا اینا رو بذارین کلا آن چنجش کنیم کلا واسه سنتری معروف ابزاری معروف شده و خیلی شناخته شده است خیلی ابزارهای دیگه واسه راحتی کار ما ایجاد شده مثلا یکیش توی نسجه در واقع یه دونه پکیجی نوشته شده بعد ما اومدیم توی در واقع اینسپتوره اینسپتورز اینسپترز یه چیزی yeah, که ما اینجا اسمش هست راون اینسپترز اینسپتورز اینسپتور که میاد در واقع اون لاگ میگیره مثلا هر ریکوست که داریم میره سمت ریسپانس هر ریکوست و ریسپانس که داریم میره و میاد این میاد در واقع فیلتر میکنه اگه HTTP اکسپشنی خورد و اون اکسپشن از 400 بالاتر بود میاد یه دونه لاگ بر ما میندازه توی سنتری خیلی خیلی باحاله خب واسه این کار مثلا ما میتونیم اینجا ایمپورتش کردیم و ترپی. حالا احتمالا تو پایتون هست یه سرچ بزنید توی گیت هاب تو گوگل یا لمه لایبری یا چیز هست که خیلی راحت این کار رو انجام بده مثالش هم این که ما الان لاگین کردیم توی اپس میایم با اینا لاگین کردیم میایم به عنوان مثال اینجا میگیم که اپ آی مثلا یه چیز خیلی یه اسم بهش میدیم به که اپ آی دی ولید بدیم که یه دونه یو آی ورژن چهار هست یه دونه استرینگ همینطوری بهش میدیم اکزیکیوت بکنی میگه که این این ولید یو و اینجا ما توی ایشو میخوریم و میگه که بله یه همچین اشتباهی رخ داده یو ها این طرف داده و همین ما خطا خوردیم خطاش مثلا اکسپشن خوردیم و این شکل حالا برد هم قشنگ خیلی باحال اینجا داریم بعد شما میگین که وای اگه خیلی زیاد خطا خوردین این تی پی یه ولیدیشن ایجاد میکنین واسه اینکه چک کنه آیا اون آی ولید یو آیدی هست یا نه خب پس اینم از این پس شما احتیاج نیست که همه جا برین کپچر اکسپشن رو بنویسین یه یعنی یه چیزی هست میاد گلوبالی بر اون API که دارین اون آم کپچر سنتری داد کپچر این را انجام میده